من خواهم یه ترکمت بسازم برای افتر زدم. چراغ روشنه، داره ضبط میکنه، حرفای زشتی نزن، کافی. خب ببین من چیکار کردم. من اینجا در فتوشاپ عکس جیگر کارگردانو سفید کردم، بکش مشکیه در فتوشاپ. حالا میخوام ببرم تو افتر افکت یه انیمیشن بسازم و در این حال دوربین حرکتایی بکنه و بعد بیارم مثلا بدم به پریمیر کار، ادیوز کار، حتی افتر افکت کار بتونه از این ترکمت استفاده کنه. الان این تو پریمیر من اینو درس دادم. چه درسی؟ درس 26 پریمیر من ترکمته. منتها این الان خیلی معمولیه دیگه، زوم میکنیم اینجا فیلم پشت رو نشون میده بحثش بس. ولی که اینجا با ساختار ترک مت داریم کار میکنیم، یعنی این آوردیمش رو با این ویدیو و با این ویدیو. اما من میخوام دوربین که جلو میره این بوست کنه اینجوری، یه پلک هم بزنه دوربین اینجوری حرکت کنه، یعنی بیاد جلوی صورتش. جلو نه، همینجوری که داره میره این لبش رو اینجوری کنه. آها. یه پلک هم بزنه، در این حال دوربین یه خود صحنه رو پرسپکتیو هم بکنه، یه کار افتر افکت با باقی حرکت هایی که میشه. حالا چیکار باید بکنی؟ اینجا اگر من اسم اینو بذارم گروپ یک، یه دوپلیکیت اگه ازش بگیرم به نام گروپ دو در فتوشاپ، گروپ یک خاموش، هیچ بحثی در رو بزن. اما در گروپ دو اینجا روی لب میتونیم یک کاری بکنیم. بریم لایه رو بیاریم که این باشه، لب رو یه دقیقه برسونیم به هم، مچش کنیم. میگیم با لیکوفای ببینیم میشه. البته لبش به هم رسیده ها، بفهمید نه با برده. ببینیم با لیکوفای من این لب رو میرسونم به هم، یعنی میارمش پایین، از اینجا هم میرسونم. او هم دستشو میگیره به میز، ببینید یه چیه، این دستشو میگیره به میز، تو هم میگیری به میز. بدن ها که این جل سی دی چرا بسخیم از اون موقع هم باید که قبلا نمیدونی نه باید بزن باشم نمیدونی فهمیدی رسیم دست در نکنیم هرشاله از اون به دردون بخواه از این خوبه؟ بله عالیه، خیلی بهتر. خب ببین این اوکی شد، فقط یه ذره چیزترش میکنیم لبو، یه ذره جلوتر میگیم حالت بوس بشه. نمیخواد درست میشه اینجا، خودش درست میکنه. اینجا یه لایه گذاشتم برای همینجور کارا، مثلا اینجا پرتر میکنه. ببینیم خوب شان ببین گروپ یکه گروپ ده ببینیم یه ذره بالای لبش ناراضی هم اینجا، یه
بذار بالا لبش رو میخوام پاک کنم، اون قوس لازم رو نداره. چرا پاک نمی کنی؟ مال این میشه. درست امشه این درست شد؟ حالا بخواهم یه درست کنیم. زمنان پایینی گردنش رو بذاره کم داره. کم داره سفیدی. آقای مرادی میتونی به اینجا بشینی ببینی دیگه، کلاست حساب میشه. بیا چیز خاصی ما هنوز نگفت. ببین اینو اینجا میدم، تو چیکار به من داری؟ چیکار به گردنش دارم؟ یعنی چی؟ گردن خب چه درتی به اون قرارت بود؟ هیچی، گردنش خالی بود اینجا، سیاهی میزد تو نرم افزار پیمیه. همین؟ یادت نیست اینجا نگاه؟ آها اینجا رو پر کردن. این ترکمت آقای مرادی، ترکمت پریمیه درس 26. حالا ما داریم تو افتر اترکمت میسازیم که بوست کنه. توی ببین بگین دو تایی اجالت آوره دو تا پسر مجرده متعل برو متعل الکی متعل اینستاگرامی. خب ببین این گروپ یک میشه باز، گروپ دو بسته. حالا من چیکار میکنم؟ یه بایی رو ذخیره میکنم به صورت PSD اسمشو میذارم PSD نبوس. خب PSD نبوس غلطه. دیدی؟ دیدی؟ فرق استاد باشه PSD. آها ببوس. آبو بریز اون جایی که میسوزه. خب یک کار مجلسی داریم تحویل میدیم یه فرق. میایم اینجا یه کامپوزیت مثلا 1080 تحویل میدیم. ببخشید 1280 دادی. خب اینجا ایمپورت میکنیم دو تا فایلو. ببوس نبوس. خب ببین اول اینو می بعد اینو می اول ببوسه. حالا اونش مهم نیست. حالا نگاه کنید یه دوربین میذاریم روی این. سه بودیش روشن. دوربین اینجوری میچرخه میره به سمت چهره این. اینجا دو ویوه میکنن. دستم میارم اینجا، اینجا انتخاب میشه. این کادر آبی یعنی اینجا انتخاب شده. اینو بزنی این ور میشه، اینو بزنی این ور میشه، این کادرهای آبی کن میشه. اینجا رو میذارم مثلا لفت. با غلطک میام اینجا مبدر رو انتخاب میکنم.
اگه زوم کنی اینجا میتونی حرکت رو مثلا ببری بالا، ببری ایکس، ایکس، ایگرگ کار با دیگرمی بالا. آره، آلت هم نگه داری، آزادی به هر سمتی که دوست داری ببر، کنترل نگه داری، میره بالا، میاد پایین دیگه، اینا رو درس داری. حالا از پنجره تامپ چکار میکنم؟ آلت رو نگه میدارم، اینجا رو انتخاب میکنم، آلت رو نگه میدارم. خیلی واقعا آلت همون داره کار میکنه. استرام روشی حالا آلت هم فکر کنم نمیخواد. اگه بتونی بری وسطش بسید من یه ذره کوتاهش کنم. خیلی خوبه، بذار انیمیشنش رو بسازم. اوکی، کامرا کارش رو شروع میکنه. مثلا تیه 10 20 40 50 60 70 80 90. حالا که رسید به سر تو هرچی بگی نیاز. ببین تیه اینقدر فریم دوربین میرسه به لب اینو تموم میشه، اصلا بریم تو لبش. نمیچرخه یعنی چی؟ دوربین نمیچرخه، دوربین مثلا مستقیم میاد آره. ببینه کامرا آپشناس دوربین میچرخه، زوم هم میکنه با این کامرا آپشن ما کاری نداریم، اما به ترانسفورما کار داریم. یکی مبدا دوربین رو بهش میگم پوزیشن، یعنی اینجا. یکی هم پوینت آف اینترست که میشه مرکز دوربین، جایی که دوربین توجه داره میکنه. ایکس و ایگرگ و زد هم انیمیشن شد، همه کی فریم دار شد، درسته؟ درسته. این کی فریم ها رو منتقل میکنیم، میذاریمشون اول. روتیشن هم کاری نداریم. حالا میریم سراغ انیمیشن. اولا زد کار انیمیشنش، دوما ایکس کار. میبینی؟ از پنجره فرانت اینجا هم میتونیم کار رو بیاریم بذاریم اینجا. ببین چی داریم حالا، نگاه کن که ما اینجا اینو خاموش کنیم میبینیم، درست؟ حالا برای اینکه یه ذره حس بیشتری بدیم، یه چیز دیگه هم داره عوض میشه تو اینجا که باید ببینیم چی اینجا تغییر کرد. یه چیزی هم داره مثل که از کامرا آپشن تغییر میکنه، فکر کنم. نه یه چیزی فکر کنم اینجا عوض شد، چون من میبینم که این الان چیه. این داره میره جلو، درست میزید و اینجا این خواهم بره بالا. ایگره که من انیمیشن چرا نمیشه؟ دستی از اینجا دارم، این روتیشنشه، من اشتباه کردم. ولی آها اینه، آها درست. حالا از پنجره اینجا یه مقداری پوزیشن رو بیاریم پایین، یه دفعه سه بعدی میشه،
یعنی پایین هم رفته، یعنی از پایین داره بهش نگاه میکنه. منتها چون دو بعدی شما زیاد نمیبینی. خب چیز دیگه ای که من میخوام عوض بشه زومینگ دوربینه. میرم در قسمت کامرا پوزیشنم، اینجا زومینگ و انیمیشن میکنم. اینجا وامیستم، زوم رو باز میکنم، زوم هم عوض میکنم، از زوم میبرم چون این که دوندونه به خاطر اینکه عکسمون از 28720 اگه عکسمون بگیم 4000 پیکسل اینجا درست اینجا یه خورده اینو میارم پایین لب وایس درسته این لبه دیگه درسته اینجا لبه اینجا لبه ها آره دیگه این بینیه اینجا لب خب حالا دو تا پی اس دی ار جاشون عوض کنم چرا اول حالت لبه باز باشه بعد بسته باشه که بشه فهمید نه کلن حالات اول که طرف اینجا هنوز که انیمیشنش نکردم که لب اینجا بود پروفسور فرق لب و بابی دماغ دماغ یارو خب ببینیم انیمیشنمون درست شد ما اینو میخواستیم دیگه تقریبا دوربینمون یه حرکت باحال داره میزنه برعکسش هم میشد بره رو لب و بیاد این طرف حالا اینه درست مثلا تقریبا انقدر اینجا در اینجا سفیدی رو تمام صفحه میکنی میبینی؟ باید اینکه کلیپ بعدی دیجش بجیم سریع ترش هم بکنیم مثلا اینجا که اومد بره خب تا اینجا رو کلن دیگه اینو میزنیم بستش این ورکر یا کلیک راست تریم کامپوزیت به اندازه در واقع ورک اسپیس شد یا ورک اریا شد ورک اسپیس که کلش خب حالا میریم سراغ انیمیشن خیلی ساده است به قول شما دوتا گرش خواستیم بکنیم ببین بوسیدن وقتی معنی داره که چش و بینی دیده بشه یعنی اینجا خیلی بوسیدن برای یه چیزی معنی نداره با این حال میتونیم اینجا صدا بزنیم ببینیم من میام اینجا از این به بعد و برای شما دوتا چیز بزن بره ببین رنگ این روشن باشه از قبل شفت چپ بزدم این یکی رو باید به بعد ببین ای میاد اینجا دوربین رفته پایین تر یه لب بسته یه الان بالا مگه این دو فرق دارن با هم چرا با هم فرق دارن
میگه ما نه بوسه بذاریم بالا بالا پایینش که مهم نیست اصلا. از من قبلا مگه اینه جاشون با هم فرق داره ایه چرا رفته بالا بذاره بیارش پایین تر گردنش رو نبکن یه چیز عجب غریبی شبیه کرکودیل شده بسته نباشه این هم که نمیتونه تو چی دیلیر الان که دیگه مشکلی نیست پس ما حرکتی که برای دوربین تعریف کردیم بر اساس لایه اشکال داره تعریف کردیم اینا رو باید از اول قفل میکردیم ها خیلی خیلی اشکال نداره ما اینجا یکم زیادی زوم کردیم همین زومینگ رو کم میکنیم شیش هزار تا رو بگیم پنج هزار تا شاید هم چهار هزار تا سه هزار پونصد تا خوبه چه رفت میمتر خب اینجوری میاد 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 میرسه اینجا بعد چی میشه بعد هم بیا میرسه خب پس پایین حساب اینجا باید پوینت آف چستمون بیاد این بعد یه تیکه که میاد سفید میشه رو نمیتونم برای چی برای اینه که بعدن لایه بعدی تو پریمیر دیده بشه کامل ترانزیشن ساختیم بین دو تا کلیپ ساختیم برادر خیلی تموم شد فقط باید چیشو بسوزیم انیمیشنشو بسوزیم این میاد اینجا اینجا باید به ما بوس بده قبوله؟ دیگه اینجا دامت تو رو بوزیده اونجا یه لبه تو رو جیده ببین اینجا میاد نها کن چقدر بوس میده اینقدر دیدی نها کن هرچی از بین درست رو بسازیم من استادم تمرین دادم هر دوتون میرین بوس میسازیم خب حالا اینو خروجی میگیریم دو جور خروجی میتونیم بگیریم یکی باز آلفا یکی بدون آلفا حالا من اینو بدون آلفا خروجی میگیرم میبرم تو پریمیر ببینیم چی میشه خب من اینی که خروجی گرفتم و میارم به صورت فیلم میذارم داخل این نرم افزار ببین دیدی؟ این اومد کامل شد افکت چه؟ صدا منظورته؟ صدا خودم الان دارم میذارم زیباتر از کلیه موسایی که خونه که میدیم فیلم هست بیا آه دیدی؟ ترانزیشن شد پر کرد این شما وقتی اینجا رو اینجوری میکنی آه شاید بگی با پریمیر هم میشد اینو بسازی تو چیکار کردی تو افتر میگم بله خیلی چیزای افتر پریمیر با هم مشترکه ولی اگر مثلا این قرار بود حالا مثلا یک کار بامزهی که شاید فکر کنی تو کار عروسی خیلی معنی داره میکنن ببین این بوس دیگه درسته؟
پیرفته ببین اگه من این لایه رو ببرم تو افتر اینه یعنی اینجا اسم بذارم بوس واقعی لبو صد سال مقام نبوسه. ببین اگر اینجا تو کامپ یک اونو بیارم یه لحظه اینجا یه لحظه بیارم خودشم بیارم موقع بوس درسته؟ موان لایه سوم فهمیدی دیگه نمیسازم یعنی بذاریش اینجا میتونی عکسو آره عکسو یه لحظه ظاهر کنی واقعی میشه یه دفعه بوسه بعد دوباره مت میشه در اینجا تو پریمیرش هم همینطوری میشه اینجا که میخواد بوس کنه ولی ارزش های هنریش رو از دست میده بیشتر یه چیز شبیه مثلا فان میشه ولی این چه ترانزیشن میریم ویدیوی بعد